اگرچه حوادث 11 سپتامبر سال 2001 کار عده کمی از مسلمانان تندرو بود ولی خشم و بدبینی ناشی از اون که در بین مردم کشورهای غربی به وجود اومد دامن اکثر مسلمانان را گرفت و نظر بسیاری را در مورد خود اسلام عوض کرد مهمان من در برنامه به عبارت دیگر از جمله رهبران مسلمانی است که سعی می‌کنند برای این خشم و بدبینی که به نظر آنها نارواست چاره‌ای بیندیشند آیتالله ابوالقاسم دیواجی دبیر کل شورای جهانی فقه اسلامی به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. خیلی متشکرم. شورای جهانی فقه اسلامی که شما از گذاران هستید بر اساس چه نیازی به وجود اومد؟ تشکیل شده که چه کار بکنید؟ ببینید اون چه که باعث شد و علت اساسی به وجود آمدن این شورا شد این بود که ما احساس کردیم صدای اندیشمندان معتدل و اندیشمندان اسلامی میان رو به کلی شنیده نمیشه و تمام فضای تبلیغاتی و تلویزیون ها رو متاسفانه افرادی دارن پر میکنن که از اسلام سوء استفاده کردن و به نام اسلام از احساسات پاک یک مشت جوان و افرادی که هیچ آگاهی از مسائل اسلامی ندارند داره به وجود میاد بر همین اساس با دوستانمون از مذاهب مختلف اسلامی که آشنایی داشتیم با اینها در سالهای متمادی که در کنفرانس های مختلف همدیگر رو دیده بودیم و احساس می کردیم یک همفکری مشترک وجود داره این سبب شد که ما این شورا رو تشکیل بدیم و بدون تردید توجه دارید که امروز مسئله چنین شورایی و طرح چنین مسائلی از اسلام و حقیقت اسلام و واقعیت اسلام یک ضرورت اجتناب ناپذیر هست این در واقع شما تلاشتون اینه که نظرها نسبت به اسلام در جوامع غربی عوض بکنید شما در جایی گفته بودین که شما یعنی مؤسسان این شورا حس کردید که بعضی اندیشه های غلط در غرب وجود داره یا برداشت از اسلام میشه که فاصله میندازه بین مسلمان ها و جامعهشون که در زندگی میکنن و شما میخواین اینو عوض بکنید شما دقیقا منظورتون از این شورا اینه که افکار جوانهای مسلمان کشورهای غربی رو عوض بکنید که به طرف نرن یا اینکه افکار عمومی جامعه غربی رو عوض نسبت به اسلام هر دو ما در حقیقت هدفی که داریم از تشکیل این شورا و بهترین دلیلش هم کنفرانسی بود که ما اعلام موجودیت کردیم در پالیس در سال گذشته کنفرانس ما در پالیس دقیقا روی همین مسئله تکیه کرد که باید روی هر دو جهت همزمان ما کار بکنیم چون اگر ما بخوایم فقط روی یک جنبه ما حرکت کنیم و کار بکنیم این یک حرکت ناقصه و به همین دلیل ما هم این جوانب رو در نظر می گیریم و برای ما بسیار مهمه به همین دلیل ما کنفرانسمون رو از پاریس اعلام کردیم خیلی ها از جمله خبرنگار بی بی سی سوال کرد چه دلیلی داشت که اعلام موجودیت رو از پاریس اعلام کردید من در جواب گفتم که ما آمدیم به قلب قرب و از اینجا داریم اعلام موجودیت میکنیم که پیاممون رو به ملت و به دولتهای غربی داده باشیم خب با آقای دیواجر مدت گذشته از تأسیس این شورا چه کار کردید حالا؟ یعنی دستاوردتون چیه؟ ما اولا اولین دستاورد بزرگ ما این بود که ما پیوستیم و دعوت شدیم به نداء مکه که بلافاصله فاصله از ما دعوت شد که ما شرکت کنیم در اون که تقریبا بیش از 500 اندیشمند اسلامی در اونجا شرکت کردن و ما اونجا نماینده فرستادیم با اینها صحبت کردیم مذاکره کردیم و بعدش بلافاصله فاصله دعوت شدیم به کنفرانس گفتگوی ادیان در مادرید و در اونجا فقط سه تا روحانی شیعه در بین 600 دانشمند اسلامی که دعوت شده بود حضور داشتن که یکی از اونها بنده بودم و این رو من دلیل بر موفقیت بسیار بزرگ شورا میدونم که شاید هنوز دو ماه از عمر تاسیسش نگذشته بود که در چنین شورای وجود پیدا کرد. آقای همش کنفرانس و جلسه است یعنی جلسه بله. هستش که کسانی که افکار احتمالا شبیه به همدارن دور هم دیگه میشینن و صحبت میکنن در عمل چیکار کردین؟ چیکار کردین که بگین الان ما تا این مدت جوان هستند که این افکارشون عوض شده یا افکار عمومی فلان جامعه غربی رو عوض کردیم یا به این دلیل میتونین چیزی نشون بدین بله، که مثلا بله. اون بسیار،, بسیار ما بزرگترین دستاورد ما موجی بود که در اندیشه های جوانان مسلمان به وجود آمد در کشورهای خلیج که خود بنده در کشورهای خلیج شاهد این بودم و اولین بار در عربستان سعودی نمازی برگزار شد که شیعه ها و سنی ها در یک جا با هم دیگه نماز خوندن در یک منطقه شیعه نشین و این بسیار حرکت تکان دهنده ای بود و برای اولین بار چنین چیزی به نمایش گذاشته شد و بعد در اروپا ما در مسجد بزرگ پاریس اجتماعاتی داشتیم با جوانهای مختلف و با اروپایی هایی که اونجا اجتماع کرده بودند با اندیشه های مختلف و استقبال عظیمی که کردن و اینکه چقدر تحت تاثیر قرار گرفتن و چقدر روی اندیشه اندیشمندان غربی این تأثیر گذار بوده این حرکت و مهمترین نکته ای که برای اونها قابل ذکر بود مسئله استقلال این هیئت بود یعنی ما گفتیم که حاضریم هر نوع بهایی رو بپردازیم اما استقلال خودمون به رو نباشیم یا وابسته ب... به هیچ کشوری نباشیم و ب... هیچ و... حزبی شما اون موقع آقای دیباجی اعلام کرده بودین که کمیته هایی در داخل این شورا تشکیل دادین که به مسائل فقهی و سوال هایی که از جانب افراد میشه در مورد مسائل اسلامی جواب میدین در ترکیب شورای شما هم اهل تسنن هستن و هم اهل تشیع دقیقاً خب وقت چطور شما به اجماع میرسین این سر اینا ببینید در مسائل فقهی چون به هر حال اختلافی بین شیعه و سنی از قدیم وجود داشت ما نه تنها اختلاف بین شیعه و سنی هست اجازه بدید اینجا عرض کنم که اختلاف بین خود آقایان فقه های شیعه هست قبل از اینکه بین فقه های شیعه و سنی باشه اما اون چه که مهمه و ما میتونیم رو این کار بکنیم و بسیار کار شده در این مدت اجماعیات فقهشی است یعنی اون چیزهای اساسی و اصولی که اینها در فقه یه حالت اجماع درش هست هیچ گونه رأی مخالفی در برابر این آراء نیست ما اومدیم و از مدارک کتابهای معتبر علمای اهل سنت مدارکی رو جمعآوری کردیم که تایید میکنه این مبانی فقهی شیعه رو و بر این اساس به یک نقاط مشترک ما رسیدیم و توانستیم برای اولین بار این نقاط مشترک رو با همدیگه تفاهم کنیم و بیانیه های مشترک بدیم و مثلا سر چه موضوعی؟ مثلا برای شما دقیقا ارز کنم اولین موضوع موضوع ارهاب خشونت آدم کشی قتل مسائلی که امروز دنیای اسلام رو متاسفانه گرفته و هر گروهی با مستندات خودش از اسلام و استنباطی که خودش از اسلام داره داره چهره اسلام رو متاسفانه زشت نشون میده و اون زیبایی که در حقیقت اسلام هست داره ازش سلب میکنه اینها رو ما آمدیم و در نهایت به یک اتفاقی رسیدیم که اینها مورد اجماع ما و برادران اهل سنت هست اینکه با همدیگه بتونیم زیر یک سقف نماز بخونیم در کنار هم دیگه بشینیم در با همدیگه گفتگو کنیم مسئله پاک بودن اهل کتاب که این کاری است که ما انجام دادیم و بر اساس قوی ترین استدلال های شیعه و سنی ما این رو تهیه کردیم و اعلام کردیم که اهل کتاب یعنی برادران که در قرب زندگی میکنند و اهل کتاب هستند اینها پاک هستند خود این شست یا هفتاد درصد راه رو باز میکنه وقتی که گه... چطوری شما چون افرادگرایی و تندروی در اسلام خب از جانب به خصوص گروه های خاصی هستن که اینها برداشت های کاملا متفاوتی دارن و توجیه میکنن حرکت های خوشونتا رو شما با اونها هم تونستین تماس بگیریم باشون صحبت بکنین و اونها رو از این نظر و برداشتی که از اسلام دارن برگردونین بله در این زمینه البته یک کمیته مخصوصی تشکیل شده که اونها دارن کار میکنن که راههایی رو پیدا کنند که بشه با افرادی که سرمایه های علمی دارن آخه متاسفانه باید به شما ارز کنم که مشکل ما اینه که وقتی شما میخواید با یک گروه و جماعت صحبت کنید اینها توهی از حقیقت اسلام، اندیشه های اسلام، مبادع فقه اسلام و اصول اسلام، کلام اسلام اینا هستند بنابراین با چه زبانی شما میخواید با او گفتگو بکنید و همین دلیل متاسفانه ما افرادی که زمینه های علمی داشته باشند و بتونیم با اینها بحث کنیم که اون چه شما استنباط کردید از اسلام غلط و به دلیل نارسایی ذهنی و فکری شما بوده خیلی کم پیدا کردیم که این افرادی رو در واقع در عمل اینها هستند که دارن عرصه رو میبرن شما خودتون اول گفتین که ذهنیتی که در اسلام وجود داره بیشتر مبتنی بر نوع اسلامی که اینها ارائه میدن بله خب شما اگه نمیتونین با این افراد تماس بگیرین و نظرشون عوض کنین در واقع کار زیادی انجام ندید بله چرا ببینید ما دقیقا به شما عرض کنم که اینها از اون نقطه‌ای که شروع کردند غیر از کار فرهنگی در روزهای اول کاری نکردن یعنی کارشون رو با مسائل فرهنگی شروع کردن و روی ذهن جوانان و اندیشه جوانان کار کردن و نتیجه گرفتن بنابراین چرا برای اینکه صحنه خالی بود متاسفانه و کسی در برابر اینها نبود الان ما همین کار رو شروع کردیم درست متاسفانه دیر شروع شده اما کاری که ما امروز انجام دادیم در نهایت برخورد دو اندیشه است و این افرادی که واکسینه میشن و اسلام حقیقی رو از راه اندیشه های ما و شورای ما درک میکنن خود همین بزرگترین مانع میشن در برابر حرکتی که اونها دارن به وجود میارن و در نهایت اگر ما مستقیم نتونیم با گروهی که کار عملی میکنه روبرو بشیم ولی در نهایت بازوان اونها شکسته میشه چون بزرگترین نیرویی که اونها دارن و جوانها رو فریب میدن در واقع اسلامه فلاشی که شما میکنین اون جوانهایی که در حالت عادی در نبود سازمانهایی مثل شما میتونن به راحتی جذب سازمان های افراطی اسلامی بشن میتونن نظرشون عوض کنن تحت تاثیر فعالیت فرنگی شما اینو شما میگین این, این قرار میگیرن و خود همین باعث میشه که اینها به جنگ اون گروه میرن و اینها شروع میکنن چون سطح دانش اینا مساویس الان با دانشی که اونها به غلط از اسلام گرفتن و به خورد اون جوانهای دیگه دادن در نهایت اینها هستند که کار عملیشون رو شروع میکنن و خونسا میکنن اون چرا که اونها در ذهن دارند ب... دارن ولی آقای دیباجی آن. یک از یک جهت دیگه هم میتونن به شما انتقاد بکنن بله. بخصوص به خصوص روحانیان شیعه و به خصوص روحانیان شیعه ایرانی ممکنه به شما این انتقاد رو بکنن که شما تلاش دارین میکنین که اون بود قوی سیاسی که اونها مدعیان در اسلام وجود داره رو از اسلام بگیرید و در نتیجه مانع تشکیل های اسلامی در کشورهای مسلمان بشید نه ببینید ما اساسا اساس گفتگو و دیالوگ اعتراف به دیگرانه اگر شما اعتراف نکنید به طرف مقابل فرهنگ مقابل حالا هر ایده میخواد داشته باشه شما اصلا نمیتونید دم از دیالوگ بزنید و دم از گفتگو بزنید بنابراین ما پذیرا هستیم ما میپذیریم وقتی که نقدی باشه و به ما نقدی بکنن و ایرادی بگیرن اما در برابر هر ایرادی که بگیرن ما خیلی منطقی جواب داریم و به اونها جواب میدیم اگر اونها بگن که ما میخواهیم که این سیاست رو از اسلام جدا کنیم و بگیم اسلام در یک راه میره و سیاست در راه دیگه است ما میگیم نه ما میاییم و سیاست رو بر اساس موازین فرهنگ اسلامی ما معنا میکنیم ما اون چه که به غلط شکل گرفته اون جاهایی که ما حس میکنیم که از اسلام متاسفانه به عنوان یک حربه و وسیله استفاده میشه ولی آقای دیباجی خیلی روشنه ببینید قوانین حکومت اسلامی از دید بسیاری از روحانیون شیعه به خصوص اینه که ما قوانین شریعت رو بایستی اجرا بشه همونطوری که وارد قانون مدنی خیلی جاهای قانون مدنی ایران هم شده یعنی اینا رو باید اجرا بکنیم بالاخره شما میخواین همچین چیزی همچین جامعه ای باشه که قانون شریعت اجرا بشه اونطور که بر حال اسلام گفتن قانون شریعت اون چیه که علمای اسلام گفتن علمای اسلام منحصر نیست به یک جماعت معین و یک گروه خاص شما ببینید اگر فرض کنید بر این که ما بگیم که پنجاه تا مجتهد داریم و صاحب رساله سه نفر یا دو نفر یا چهار نفر اینها رأیشون اینه ولی چهل و پنج نفر در مقابل رأی ای دارن و اندیشه ای دارن بنابراین ما اشکالمون به اصل قضیه نیست ما ایرادمون به اصل جریان نیست ما میگیم اون چرا که مطرح میشه به عنوان اسلام و به عنوان شریعت اونو ما قبول نداریم ما حرفمون این هست که اسلام هر خشونتی رو بر اساس آیات قرآنی و معادلات فرهنگ فقهی قابل تلطیفه ما هر خشونتی رو میتونیم تبدیل کنیم به یک چیز لطیف و ملایم و بعد نمونه داریم نه. ولی در این حال منکر این نیستین که بسیاری از این تندروها هم اصلا توجیهشون رو از آیه های قرآن میگیرن نمونه میارن و از آیه قرآن قرآن صریحا نمیگه بمب بذارین یا اینکه آدم بکشید. ولی در این حال بحث خشونت در اسلام هم وجود داره اینها خیلی معتقدن که اصولا خشونت محدود به فقط کشتار و بمبگذاری و اینها نمیشه خشونت علیه زنان اعدام جوانای زیر سن انواع اقسام تبعیض علیه ادیان دیگه همه اینها بخشی از خشونتی که در خود اسلام مستتره نه ما کاملا مخالفیم این به شما میگن بله ما کاملا مخالفیم و اساسا تشکیل این شورا برای همینه و ما در پاریس وقتی که اعلام موجودیت کردیم عنوان کنفرانس ما اسلام منهای خشونت بود و در اونجا تمام خبرگزاری هایی که از تمام دنیا شرکت کردن ما برای اینا تشریح کردیم که این اسلام هست و اگر چیزی غیر از این هست اون به اسم اسلامه اون اسلام نیست و بعد نمونه آوردیم که هیچ چیزی بالاتر از خود سیره رسول خدا نیست در سیره و روش رسول خدا که دیگه تمام مذاهب اسلامی با همدیگه متحدن اونجا که با هم دیگه درگیری و نزاع ندارن ما در اونجا ادله رو ارائه کردیم و ارائه میکنیم که اسلام دین و خشونت نیست اسلام منهای خشونت و افرادی که آمدن و خشونت رو مطرح میکنن اونها به دلیل اینکه میخوان از اسلام وسیله ای رو بسازن که بتونن به اهدافشون برسن خب بدون تردید آیات قرآن رو بر مزاق خودشون بدون سرمایه های علمی تفسیر میکنن و اون جوان رو گمراه میکنن در اتاقهای در بسته اما اگه اینا واقعا اهل استدلال باشن کسی که منطق داره خیلی سریح میاد میشینه و حرف میزنه نمیره زیر زمین و نمیره مخفی کار بکنه اون کسی همیشه میترسه و مخفی کار میکنه به همین دلیل من همیشه معتقد به سیاست باز بودم گفتم که نباید ما وحشت داشته باشیم از اینکه ما رو متهم کنند یا اینکه به ما حمله بکنن اینها اینها طبیعی است اما اون چه که رمز موفقیت ما هست و تا امروز موفق بودیم در عمل شاهد این جریان بودیم این هست که ما معتقد به سیاست باز هستیم ما میگوییم اولین الفبای شورای جهانی اسلام اقرار و پذیرفتن فکر مخالف و اندیشه مخالفه ما معتقد هستیم که گفتگو بین ادیان غلط چون ادیان درش خشونت نیست و گفتگوی بین اتباع و پیروان ادیان هست <applause> یکی از اندیشه های غلطی که متاسفانه به وجود آمده اینه. حالا اجازه بدین یک سوال دیگه ای بکنم شما نظرتون راجع به این که روحانیون مستقیما حکومت بکنن چیه؟ اه روحانیون اه ببینید مسئله حکومت مسئله است که متاسفانه میکشونه انسان رو به جاهایی که در نهایت باید دست به کارهایی بزنه که تحملش و تعقلش برای جوامع بشری و بعضی از جوامع اسلامی بسیار بسیار سخته به همین دلیل اگر که یک روش صحیحی در پیش گرفته باش بشه و بر اساس همون اسلامی که بنده به شما عرض کردم ما پیش بریم و این اندیشه ماست که روحانیت نظارت داشته باشه چون شعن روحانیت و قداست روحانیت خیلی بالاست شعن حوزه های علمیه خیلی بالا سیاست ها تمام میشن حکومت ها تمام میشن اما روحانیت بس من یک صحبتی از نقل قولی از آیت الله بروجردی از قول نوه ایشون که در چهار سال پیش در یکی از ماهنمای ایران گفته بود که کسی از پدر از روحانیت سوال کرده بود راجع به اینکه بهتر روحانیت دخالت بکنه در سیاست و ایشون گویا گفته بوده که مشت ما رو پیش مردم باز نکنید این هست نشون نهنده یه نوع اختلاف نظری هستش که بین روحانیان شیعه در مورد نقش روحانیت در سیاست و در حکومت وجود داشته از قدیم که قدیما بین حوزه نجف و حوزه قوم تبیر تعبیر میشد اختلاف بین این دو حوزه حالا شما که هم در قم بودید و هم در نجف نظرتون چیه بله ببینید دقیقا همین مطلبی رو که اشاره کردید مرحوم آیت الله عزمای بورگوجردی از بزرگترین شخصیت های جهانی اسلام حتی ما نمیتونیم بگیم شیعه و آثارش امروز کاملا درخشانه ایشون بله سیاستش این بود کاملا و همون جوری که نوه ایشون که الان خودش از تقریبا مراجع شیعه داره حساب میشه در قوم و بسیار شخصیت برجسته هست از اتفاق این مصاحبه را هم من دیدم و بسیار مصاحبه خوبی بود تصادفا همینه مرحوم آیت الله عزمای بروجردی خط فکریش کاملا فرق میکرد و به همین دلیل شما ببینید موضع گیری مرحوم آی بروجردی در برابر افرادی که میخواستن حوزه علمیه رو به هم بریزن و نظم حوزه رو به هم بریزن ما الان نمیتونیم وارد اون تفصیل جریان بشیم ولی اونقدر قاطع موضع گیری کردن که کاملا مشخصه که استنباطی که ایشون داشتن از اسلام و فقه اسلامی بیانگر این هست که تا اونجا که میشه قداست اسلام و قداست حوزه ها و قداست روحانیت حفظ بشه چون این بزرگترین پشتوانه حفظ اسلام و مسلمینه بله و بله این نظر این اختلاف خیلی سی سانه بیشتر فرصت نداریم این اختلاف کمکان وجود داره؟ بله این اندیشه هست الان شما ببینید در نجف وقتی که شما نگاه کنید به آراء و اندیشه علمایی که در نجف هستند و بعضی از علمایی که در قوم هست هستند و شاگرد مکتب نجف هستند یا حتی در قوم تربیت شدن اینها کاملا از آرا و اندیشه هاشون مشخصه که دیدگاه های متفاوت دارن خیلی متشکرم از الله برای شرکتون در برنامه خیلی متشکرم